بند خدا رو قارت کردن، معلوم نشد اصلا چی شد. این آدم شریفی که هزاران از این آدم هستن، شما فکر کنید یه آدم که اصلا نمیشناسید داره بره ده ها هزار دلار بذاره، چند ده هزار دلار بذاره به حساب تو بگه برو مبارزه بکن. خب اینا رو باید ستایش کرد دیگه. وقتی این شیادان اینجا با تو چنین کار نمیکنن، با مردم چنین کار نمیکنن، این همه نیرو هم میسوزه، برای یارو باورش نمیشه. من تمام اینا مستند میذارم جلوی دوربین با اسناد، با کارپرشن، با موضوع تلویزیون، با برنامه‌ها، با نوارهی کرد، با تلفن‌هایی که گفتگو کردم و ضبط کردم، همه رو میذارم به عنوان سند در ارتباط با دفاع از حق ملی و شهروندیم به عنوان یک سیتیزن در این امریکا. امروز سیتیزن امریکا هستم، به خاطر این از حق شهروندیم استفاده قانونی میکنم. تمام نیروهایی که بر علیه من بسیج کردن، من رو ترور شخصیت کردن، به دنبال کلک و پاپوش و نمیدونم یه کاری بکنن منو بکنن زندان، و یه کاری بکنن جلوی منو بگیرن، اوه هر کار حیوانی با من کردن. کمترین کارشون با خانم سیمین خواننده ترانه های من کردن. این دختر نازنین و شریفی که آمده بود با آرزوهای انسان ها میان زندگی هاشون رو ویران میکنن، پشت سرشون رو ویران میکنن، میان که با آرزوهاشون برسن. این آشغال کلهای لس آنجلس کاری که وزارت اطلاعات اونجا میکنه همین کارو کردن و رفتن این خانم رو به امیگریشن لو دادن که از اونجا بره و این شعرها و این ترانه ها خونده نشه. اینها هستن که من میگم درود به شرف اونا، هزار برابر با شرف تر از خیلی از اینا هستن که اونا که سر کارن، حداقل زدن و دزدیدن و خوردن و کشتن و بردن، الان به جای رسیدن که ببینن نزدیک میگه مردم یه زیر ازشون بگیرن بلندشون کنن بزننشون زمین، حالا اومدن آدم شدن، میخوان خوب بشن. آدمایی که خوب بودن همیشه با اینا جنگیده بودن، حالا خوبی داره بعدی فائق میشه و از اونجا عبور میکنه. حال دمی اتحادات در سریال یک دفعه من همه این را میذارم جلوی تاریخ و روزگار که ببینم و ببینم که چه کردن با خود من در همین شهر. حال اینجوری شما فکر کنید وزارت اطلاعات، سازمان های امنیتی و اطلاعاتی دیگه جهان از اینجا ترفی میبندم، از این نیروها، از این تلویزیون ها، از اینجا جلوی دوربین همه شما رو سرگرم کردم، ما رو سرگرم میکنن، من یکی از شما هستم، من خودم آوارگی دارم میکشم، اون یکی حقا میخواد ما رو نجات بده، اون یکی میخواد ما رو نجات بده، این یکی میخواد ما رو نجات بده، هر کدومشون هم جدا جدا میتونن آدم های دوست داشتنی باشن. هم بوده که آقای حقا که اومد اینجا واقعا من اینجا چه آدم نازنه نیمونه که نمیدونه قصد ساده و خوشقرب که اصلا کاری به اصلا این ذهنش، این بخشش موضوع سیاسی شناخت این گونه مسائل رو نداره، ولی عادت کرده آدمی دیگه. وقتی آدم بعضی اصلا دروغ میگن راست بهتر، یواش یواش خودشون باورشون میشه، یک نوع بیماری میشه با آدم، با آدم که مبتلا بهش هست بهش عادت میکنه. این موضوع روانشناختی و روانشناسی علمی امروز این گونه است که باید هر کدوم اینا رو باهاش برخورد علمی کرد، ولی متاسفانه این گونه است. حال از اون طرف اپوزیسیون آتل و واتر رو دست امریکا و خود مردم مونده، اینا با این تلویزیون ها با چبرلی فاشش میدن. از اون طرف رضا پهلوی رو بی هویتش تایی میکنن بکنن، از اون ور مجاهدین هرچی از اون بدتر نیست رو میگن. از این ورم هر آدم جلو دوربین آدمی هست که تأثیر گذار هست شروع میکنن بمباردمان شخصیتیش کردن با هر کس و هر جا، از قره قرازه اینجا و اونجا میاد رو خط 40 تا دروغ راست میگه، شما که نمیدونی یا راست میگه یا دروغ میگه، اونو میشنوین از اونجا، نمیدونی که چیه که. خب این در واقع محصول وسایل ارتباطی خارج از کشور ماست. یه بخشش هم شما آدم های احساساتی هستین که فکر نمی کنی، فکر نمی کنی آقا یارو اون که درست بگه، ای آقا گذاشتن تو سر کار، ازتون پول میگیرن خودتون اینجا نگه دارین، ازتون پول میگیرن به مردمتون تجاوز کنن، ازتون پول میگیرن به مردم شلاق بدن، شما اینجا پول میدین اونا خوب زندگی میکنن، شما اینجا پول میدین اینا خوب زندگی میکنن، یارو نشسته اونجا منقلش تو اتاقشه، قلیونش اونجاست و عرقش هم اونجاست و عرقش رو میخوره و قلقلش رو میکشه و شما یه رو باز خود درد میزنی یه بعد نمیدین مگه او بگو بله بله بفرما بفرما چکرسا، شما فکر میکنی آه نخواه آقا اون بقل داره قلقلی بزنه داره عرقشون میخوره یارو. اینا اینجوری همشون اینجوری هم. تازه اینا شاید پاد و ماده های آدم ها رفیقای ما بودن، اینا که شما امروز میبینید صاحب تلویزیون هن، اینا هرچیشون گرون نوشون بوده، اون یکی خودشون سوسن حیوانی که اومد باش ازدواج کرد توی گاراژون زندگی میکرد اووردش و اون سوسن رو من خودشون میارم با خودش گفتگو میکنم با خانوادش میارم دیگه، همسر آدم کسی که آدم شریفیه و دم بر نیامد رفت کنار و هیچی نگفت، نه به خاطر اون، به خاطر خودش که متوجه شده بود چه اشتباهی کرده. یا روزای شاگرد پاده امید و امیدوار و نمیدونم وعید دشتارا تو واشنگتن بود، همه اونجا هم میشناسن، کارش خلافکاری، کارش قاچاق فروشی، تریاک میکشه در این خونه مونها، پولدار مدارا پا اندازی میکنه، جا اندازی میکنه، حالا حساب تلویزیون هم از اینا پر، یکی و دو تا هم گیر نیستن که.
خب شما فکر کن سرنوشت ملی مردم ایران رو گرفتن دست خودشون. اگه منو بعد دخل بزنم که خب چی بگم، اگه حرف نزنم که خب نمیشه، میگن آقا اینو قابلی حرف نیستن. من میدونم قابلی حرف نیستن، من میدونم پرداختن به این موضوعات اونا پول میدن، این خط رو درست میکنن که من بپردازم به این موضوع و از این بازی طرفی نبندم و سرمو به اون حرفا و مزخرفات اینا گوش کنم. من نیومدم به این دنیا ببینم که چی میگه. هر کی هر چی دوست داره میتونه بگه در مورد منم آزاده. من در عمل به شما نشون میدم، شما قضاوت کنید. حرف دیگه ای دارین؟ فکر نمیکنم حرف دیگه ای داشته باشید. میخوایم گفتگو کنیم با سیاوش عبستای گرامی در فرانسه، در پاریس، در ارتباط با موضوعات و مسائلی که این روزها پیرامون میهن دلبند ما هست. اتاق فرمان گرامی فرمودید که با سیاوش عبستای عزیزم، من فکر نمی کردم که قراره با سیاوش عبستا هم گفتگو بکنیم، چون امروز من میخواستم با خانم یلدای نورشاهی در ارتباط با انجمن آل یاسین یک فیلمی رو میخوام براتون پخش بکنم. با خانم یلدا میخوام صحبت بکنم. خانم نورشاهی از امروز شما رو حوالت میدم به روز جمعه، چون برنامه جمعه همون صبح پخش میشه، شب پخش میشه، شنبه پخش میشه، یه شنبه پخش میشه. برنامه جمعه ها ما معمولا بیننده بیشتر داره و من خیلی امروز دوست میداشتم با حضور دکتر خفعلی گرامی با خانم یلدای نورشاهی هم گفتگو بکنیم، چون اینا خیلی نزدیک به همه اتفاقاتی که داره در ارتباط با این اندیشه ها در میهن ما میفته. ولی متاسفانه این گونه فکر نمی کنم بشه، چون بعد از من مهران عزیزم برنامه داره و سیاوش عبستا. سیاوش عبستا به 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 مبارک باشه سیاوش عبستا. امید امیدوار دوستمون میگه که مسئول امینی اگه تو میگه خدا هست به خدا بگو سر من مو در بیاره. حالا سیاوش عبستا این موی زیبای شما از کجا اومد؟ سیاوش عبستا عزیزم میشنوی منو؟ سیاوش عبستا میشنوی؟ سیاوش عبستا خیلی ببخش شد. سیاوش عبستا خیلی خوش قیافه شد این امرو، مبارک باشه. سلام علیکم. قربان سیاوش عبستا. امید امیدوار به من یه مسئله همینی تو که اینقدر میگی خدا نمیدونم چی از این باورها داری، اینا خدایی تو کار نیست. خدا تو کاره بهش بگو موی منو در بیاره. میخوام شما رو نشون بدم بگم ببینید خدا در درونت، وقتی احساس میکنی خدا زیباست، فکر میکنی با زیبایی میتونی زیباتر جلوه بکنی، اونجا خداست. میشه هر کاری کرد که زیبا بود، زیبا خیال بود و زیبایی رو انتشار داد. شما امروز خیلی خوش قیافه شدید. سیاوش عبستا به به. حتی چطور میدونی که در لس آنجلس هستی، هالیوود اونجا اولا که میدونی اکثر 99% این دوستان رادیو تلویزیونی ما و هنرمندان ما و غیر و غیره اگه همین کارا، حالا امیدوار از بگو همین کارا بشه، چون به هر حال وقتی که تصویر میاد همچنان که انسان گرین میشه که پودر به صورتش میزنه و اینا، وقتی تصویر میاد اینو احترام به بینندگان و از ساعتی دیگه این پروژکتورها میدونید که به مغز سر اثر میذاره این اشکی گذاشته. اما مسعود جان چه مصاحبه خوبی کرد با دکتر غزلی. من میخوام یه وضعیت اشتباه گذاری بکنم، با اینکه در مسائل زیادی براش درست میشه و ولی خب تو میدون هست و ما باید که از این موجی که همیشه راه میفته بتونیم ما بهره ببریم، یعنی موج انتخابات ریاست جمهوری الان در ایران و هر گاه که انتخابات ریاست جمهوری سرشی میگم شل میگیره، ما از این شل گرفتنش باید بهره ببریم، بریم رو موج سوار شیم. همچنان که غزلی وقتی به شما اینو گفت ما نتونستیم از آمدن اوباما از موجش سوار بشیم و استفاده کنیم. کشور عربی این کاری کردن، الان هم هر بار انتخابات ریاست جمهوری در ایران هست ما باید از این موج آزادی نیمپردی رو که میدن بهره ببریم به نفع ملت ایران استفاده کنیم. مثلا یکی از عکسایی که غزاله عزیز داره، میدونی که دیروز ثبت نام ریاست جمهوری نامزدها شروع شد در ایران و در نخستین روز اعلام شد که توسط اینترنت 1000 نفر ثبت نام کرد. بعد وزارت کشور تا دیشب تا 12 شب حدود 100 نفر رو رسما رفتن اونجا ثبت نام کردن. یکی از اینها که از همه جوانتر بود، 26 سالش هست، یه جوانی هست اهل کرمانشاه، یه جوانی اهل کرمانشاه هست جان، با این کلاه جانبین میتونی بگیم با کلاه جانبین سرش گذاشته بود وارد شد و ثبت نام کرد. بعد ثبت نام که کرد به مدت 1 ساعت توجه همه خبرنگارا رو به خودش جلب کرد و جلب کرد.
یک ساعت همه خبرنگارا با این جوان کرمانشاهی 26 ساله مصاحبه کردن، گفتگو کردن. فقط یک جملهش رو میبینید که عکس مرسی غزالی عزیز اضافه میبینید، یه جمله خیلی قشنگ گفت، گفت من آمدم فقط میخوام اصالت 7000 ساله ایران رو به جهان